نام خدا و مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده بخش دوم یا آخری خط همچنان به گونه زنده از نور هستید در مورد شخصیت کارکردها و کارنامه های استاد ربانی همچنان صحبت داریم در این بخش صحبت میکنیم با آقای محمد شبیر بشیری استاد دانشگاه آقای بشیری به بس خیلی خوش اومدید شکر سلام شما به عنوان یک نسلی که تازه پس از استاد ربانی وارد کارهای های سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان شدید کارنامه های استاد ربانی را در ابعاد مختلف چگونه بررسی میکنید بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و ادب خدمت شما بیننده های بسیار خوب تلویزیون نور و مردم عزیز ما خب معلوماتی که ما در مورد شخصیت شهید استاد داریم در حد مطالعه هستند ما یک بار استاد از نزدیک دیدم زمانی که نو از فاکولته از پانتون فارغ شده بودم توسط یا همراه یکی از نماینده مجلس نمایندگان من از استاد رفتم در وزیر اکبر کابل و هدف از ملاقات من با استادی بود که من میخواستم مرا به صفت دیپلمات معرفی کنند به تاجیکستان بله بعد از اون ملاقات که ما بسیار مهربان یافتم جناب استاد بسیار حلیم یافتم بسیار بزرگ یافتم بسیار مهربانی کردن نوازش کردن مرا یک مدت کم که از اون ملاقات گذشت جناب استاد شهید شدن این اولین دیدار و آخرین دیدار ما با استاد بلد. بود و هدف ما که گفتم میخواستم که مر دیپلمات فرد مریفی کنم و شناخت و <تصفح> از راه کتاب ها تاجکستان بله ما یک شعار و یک یکی از گفته های استاده که گفته بودن و به عنوان یکی از گفته های تاریخیشان ثبت است که گفتند و و یکی از امو به اصطلاح تایتل مکتبشان آمه که زندگی حقیده و جهاد است بله. وقتی که اولین باری را شنیدم که یکی از گفته استاد شهید است که میگن زندگی حقیده و جهاد است چون ما از یک فامیل راستی بودیم با چپی ها روابط نداشتیم از ازمی فامیلی بودیم که اگر اتو مستقیما در جبهه دخیل نبودیم به شکل مالی غیر مستقیم در جهاد مالی و فرهنگی و بله لحاظ زیب هم همکاری های بله. کلتوری ادامه داشت با در مجموع جهاد مقدس مردم افغانستان ولی شخصیت انسان ها معمولا انسان های نارمل و عادی دو بود داره یکی ما میگیم که مایکرو دایمنشنز یا بود کوچک که مربوط به بود داخلی میشه که متاثر از چند عامل روزمره. است روز زندگی روزمره عوامل فامیلی است مکتب است محیط محلی است و غیره بلد. بود مکرو دایمنشنز یا بود خارجی ما که ما همه متاثر هستیم از سیاست اقتصاد تکنولوژی و غیره ولی یک بود که در وجود انسان می باشه که او بود با انسان به شکل نیچر یا طبیعی رهبر کریت کنه یا رهبر خلق میکنه بود اینفلوئنس بالای دیگرها بود تاثیرگذاری عمل کرد بود تاثیرگذاری گفتار بالای دیگرها هستند با ما در این قسمت مطالعه که در مورد شخصیت استاد انجام دادیم دو مثال خدمت عرض میکنم بله. مثال اولی که زمان که گروه های از مجاهدین در پشاور نشست های گوناگون برگزار میکردن اطلافات گوناگون ایجاد میکردن یک اطلاف به نام حرکت انقلاب اسلامی افغانستان ایجاد شد و استاد مستقیما او دخیل بودند در ایجاد از یک حرکت انقلاب اسلامی افغانستان و مولوی صاحب محمد نبی محمدی را در رست از اینا قرار دادند وقتی که استاد فاصله گرفت از حرکت انقلاب اسلامی اما تاثیر شخصیت استاد به عنوان یک رهبر باعث ازی شد که بعدا باز حرکت انقلاب اسلامی افغانستان به عنوان یک سازمان جهادی و اسلامی مستقل ارزندام کرد یک مثال در, در بود سیاسی مثال دیگر ایجاد جبهه نجات ملی افغانستان بر رهبری از رد صاحب خدمت تان ارز میکنم که در تشکیل جبهه نجات ملی بر رهبری از رد صاحب در عربستان سعودی استاد سهم داشتن استاد تاثیر داشتن حرف استاد تشکیل متشکل جبهه نجات ملی بودن و بعد از حضور استاد جبهه نجات ملی افغانستان و برهبری از رد باز به عنوان یک سازمان جهادی و اسلامی مستقل شدن این خود نشان میته در بود سیاسی تاثیر به عمل کرد و گفتار شخصی را و ای یک بیجگی این یک ویژگی رهبر بودن است این به معنای واقعی یک رهبر بودن و یکی از گفته های آقای حفیظ منصوره که ما در محفل که برگزار کرده بودن از طریق رسانه شنیدم آخرین کار تاریخی که برای مردم افغانستان کردنی این بودن که شهید صلح شدن بله. و این دیگه بزرگترین افتخار برای خانواده استاد گذشته از خانواده استاد برای رهروان جمعیت اسلامی و برای مردم مجاهد افغانستان و شهید پرور افغانستان است بله استاد ربانی بانی دو در واقع فرهنگی است که در افغانستان تازگی داشته یکی فرهنگ کسرتگرایی دینی یا فرهنگ اعتدال در دین و رفتارهای دینی و مذهبی اف مردم افغانستان که چیزی جدیدی بوده توسط استاد ربانی آورده شده و دوم شکستاندن یک سنت تاریخی در افغانستان که هر کسی به قدرت میرسید تا کسی دیگری آمده کنار نمیزد از قدرت پس نمیرفت استاد ربانی این دو سنت بسیار هم غیر قابل پذیرش برای مردم افغانستان و حتی برای جهان را شکستانده و چیزی جدیدی جای کرده چقدر روی این مسائل کار شده مردم افغانستان نادایی که باید فرهنگ سازی بکنن و کارشان چنین است هی... و حکومت افغانستان کار کرده خب در بحث از ای که چقدر باید با این آرمان کار صورت بگیره در راستای تطبیق از او آدرس مشخص وجود داره که آدرس بلد. باید کار کنه در راستای تطبیق از ولی ما بیشتر علاقه من بودم که در مورد ابعاد کوچک و عباد شخصی زندگی استاد تقیق کنم حتی از شروع نهزت اسلامی بس. افغانستان که شروع کردند. کارهای تاریخیشان، کارهای بزرگشان، کارهایی که در تاریخ و حیات سیاسی اقتصادی نظامی افغانستان انجام دادن ما فکر میکنم که یک مقدار زیاد برملا هست گوشه های از زندگی استاد باید برملا شود و بسیار میتونه جالب باشه بر مردم ما یکی از گوشه های زندگیشان که در تاریخ نهزت اسلامی افغانستان و ایجاد نهزت اسلامی افغانستان آمده وی هستند که استاد از جمله کسایی بودند که دوشا دوش آدوش مرحوم غلام محمد نیازی نیاز. عبدالرحیم نیازی غلام ربانی یتیش سیفودین نصرتیار انجینیر عبیب رحمان شهید و انجینیر سیب گلبودین حکمتیار اینا کسایی بودند که یعنی از محسسین نهزت اسلامی در افغانستان هستن اما قسمه که در شروع صحبتها خدمتتان خدمتان کردم که یک بود از زندگی ما که بود بزرگی از او کلان از او و ما را متاثر از سیاست می سازه اقتصاد و تکنولوژی می سازه بدون شک جوان های زمان بودند که متاثر شده بودند از جریانات اسلامی در مصر به ویژه از جریانات اخوان, اخوان المسلمین و غیره ولی یک مقدار کرد. های استاد از امو زمان مشخص می سازه موضوعی را که شما پیشنهاد کردین در بس رادیکال بودن اسلامی بودنش استاد کسی بود که از ابتدای شروع نهضت اسلامی رادیکال نبود بله استاد در یکی از آقای حلیم تنویر نوشته کردن یک تاریخ روزنامه‌نگاری در افغانستان از نوشته های آقای حلیم تنویر است که حتی در یک مقطه نمیخواستند که امیرا جوانان و مسلین مسلمان به شکل خشونت آمیز تبدیل شوه و اماکن مردم متضرر شوند و استاد یکی از بودای از امو مدیره بود که شدید مخالف خشونت به مهید را ها بودند برعکس ایده اعضای دیگه وجود داشتن که میگفتن در صورت ضرورت ما باید فشار نشان بدیم فشار نشان بدیم حداقل ولی مخبرین در او زمان تنها بود اسلامی فعال نبودند بود کمونستا جوانانی که در پانتون مسئول بودن اونا هم طرفدار خلقی و پرچمی خود داشتند ولی مخبرتر و مزرتر از اونها یک گروه دیگه بودن به نام ماویستا راوا و نمیفهم سازا و اینا در تاریخ آمده بله. گروهی بودن که همیشه به شکل بسیار در ظاهر آرام ولی در باطن بسیار عمل, خلاف و منفی انجام میدادند اما آم معمولا در در های جوانان مسلمان از آدرس نهضت اسلامی جوانان مسلمان افغانستان گروه مایستا داخل می شدن و می عملکردهای عمل و منفی انجام اونا انجام میدادند تا با آدرس و جوانان نهضت اسلامی تمام شوند این نکته را استاد متوجه شده بود ای تاریخ وجود دارد تاریخ روزنامه نگاری افغانستان نویسنده علیم تنویر هستند استاد متوجه شده بودند و کوشش میکردند کمی فرصت از اونا برچینه تا این نامبدگی از او یا مبایستلا خشونتی که ایجاد میشه از طرف اناسر ماویستی با, با, با پای نهضت اسلامی تمام نشه بله حالا بحث دیگری که اینجا مطرح شد در مورد آنچه که استاد به عنوان یک عمل کرد سیاسی پس از سالهای دراز در افغانستان انجام دادن انتقال مسالمت و میز قدرت به شکلی بسیار درستش به کسی به آمد کرزه رئیس جمهور پیشین افغانستان فکر میکنید که این بحث چقدر در حال حاضر برای حکومت افغانستان برای مردم افغانستان بسیار مهم است تا این فرهنگ را به شکل درست در جامعه افغانستان نهاده سازند ما فکر می کنم که اصلا نهادی نشدن فرهنگ در حقیقت از هر مکتبی که اگر باشه از هر بودی که اگر باشه ایجاد کردن بستر تطبیق برنامه های از اون مکتب و از بود بوده می تانه. بله. شما به یکی از دانشمند جهان غرب آشنا هستین دانشمند قرن 21 از نام ستیفن هاوکینگ بله اونا میگن که اگر ما می خواهیم دموکراسی را در کشورهای جهان سوم پیاده کنیم اول باید کلچر دموکراسی رو جنها نبسازیم فرهنگ دموکراسی رو جن... اینجا منظورش جان سوم است فرهنگ خاص دموکراسی برای تطبیقش می طلبه. بدون شک و این تطبیق و نهادی نشدن این فرهنگ در حقیقت هم بستر تطبیق برنامه های دموکراسی را میان جامعه و مردم که ورک تمام مکاتب هستن فراهم می عملکردهای عملکرد های جناب و استاد و کارکرد تاریخی و انتقال سیاسی مسالمت آمیز قدرتشان با جلالت ما با آقای آمد کرزی جمهور پیشین افغانستان در یک زمان صورت گرفت که کلهن افغانستان از سکتور اقتصادی، سکتور نظامی یا هرتش و سکتور قضا، سکتور همه سکتور از سفر آغاز کرده بودند. بله. یعنی اصلا وقت برای استاد نبود که این فرهنگ نهادی نبسازند. ولی استاد در امو زمان معتقد بود که باید فرهنگ نهادی نشه و بعد عمل کرد صورت بگیرد. بله. بناهن شرایط زمان ایجاب کرد که در حقیقت اگر در می زمان کوتای هم شده یک بیستلا بر نسل های آینده یک متن یا یک تایتل در تاریخ باقی بانه که در تاریخ افغانستان یک صفحه اگر گیریم به عنوان صفحه زرین وجود داشت که قدرت به شکل مسالمت آمیزش در یک فضای بسیار آرام و خود و برادری که همه اقوام حضور سیاسی خوده حضور اقتصادی خوده حضور اجتماعی و فرهنگی خوده حس می صورت گرفت و یکی از آرزوهایشان که نه تنها به عنوان یک هلگو از آدرس استاد مطرح میشه و یکی از به اصطلاح تایتلای است که جمعیت اسلامی باید تو همیشه پیروی کنه و مسئولیتشان هستن که بر خلق الله انجام بدن بحث انکشاف متوازن افغانستان و تامین عدالت اجتماعی بودن بحث بله. انکشاف متوازن در سیاست های استاد اولویت داشته شما میتونید مطالعه کنید بحث تامین عدالت اجتماعی در سیاست های استاد اولویت داشته و این یک چیز است که امکان نداره که نورش کنیم و این سیاست تاثیر مستقیم خود هم قسمی که در شروع صحبت تا خدمتتون کردم که یکی از ویژگی های رهبری هستند که تاثیر گذار از بالای دیگر ها تاثیر مستقیم شد بالای افراد کلیدی واحد های درجه اول درجه دو و درجه سه جمعیت داشتند همه که ملاحظه کنین مطالعه کنین از او جمله یک کادر بسیار عمده و یک قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه از زندگی شما مطالعه کنین متاثر از این سیاست بودن و در اکثریت مصاحبه هایش ما شاید هستیم که حرف اولشان انکشاف متوازن و تامین عدالت اجتماعی بودن بنابراین بله. بنا این دیدگاه ها هستند که امروز هم کاربرد دارند برای فردا بر نسل های آینده هم کاربرد دارند اگر دیدگاه ها ختمه شاروزوها ویژن میژن وارمان های استاد و مجموعی از شهدای جمعیت اسلامی مجموعی از شهدای جهاد مقدس مردم افغانستان تعقیب شوه فالو شوه و تطبیق شوه من هیچ شک ندارم که افغانستان به یک صلح و ثبات پایدار دست یافتنی است افغانستان به یک رفاه زیربنایی و استراتژیک دست یافتنی است مشروط به اینکه این ای سیاست ها تعقیب شوه ولی خدمت شما می یک چیز عرض کنم که اگر مردم افغانستان منتظر هستند که استاد ربانی دیگه در دامن از خاک برویه و یا شهید احمد مسعود دیگه در دامن از خاک برویه امکان نداره ولی یگانه چیزی که امکان داره بدیل استاد ربانی هیچ وقت شده نمیتونه بدیل شهید احمد مسعود ما هیچ وقت در بحث یک پرسونال برندینگ اگر مطرح کنیم که یکی از مضامین سیاسی هست یعنی بدیل یعنی استاد ربانی و شهید احمد شا و سایر شهدای جهاد مقدس مردم افغانستان یکی از ویژگی های شخصیتشان رپسیبل بودنشان بودن که یعنی اینا قابل تعویض هستند بدیل از اینا را جاگوزینی از اینا را نداریم ولی یگانه چانس که ما داریم که به عنوان چانس اطلاعی باید از او استفاده کنیم دیدگاه های از ایراد مردا خط مش از ایراد مردا و سیاست های از ایراد مردا تطبیق شود فالو شود و نسل به نسل تدریس شود و ادامه پیدا کنه افغانستان یک سرزمینی است که بسیار زخمی زیاد را دیده به وجه در 5 4 دهه اخیر جنگ‌های بسیار طولانی را تجربه کرده و زخم‌های بسیار ناسوری از این آد اگر جنگ افغانستان را دلایلش را بررسی کنی دلایل زیادی میتونه داشته باشه یکی از فر بهترین دلایل به نظر میرسه دلیل افراط گرایی بوده که در اینجا وجود داشته همین افراط گرایی در بخش سیاست قابل دید است و هم در بخشی در, در روی کرد مذهبی و دینی در افغانستان قابل دید است و قابل مشاهده است استاد ربانی آمده یک خط اعتدال را در اینجا در هر دو مورد ترسیم کرده در حال حاضر افغانستان هم با چالش های زیادی امنیتی سیاسی و اقتصادی و نظامی روبرو است حکومت افغانستان در واقع چقدر مسئولیت دارد تا این دیدگاه اعتدال و میانه را تعقیب بکند تا از این چالش برون بروه و یک راه حل را پیدا بکند چقدر مسئولیت داره حکومت افغانستان اگر این میزان ما خدمت شما عرض کنم ما فکر می کنم که به انصافی است بله چقدر مسئولیت نداره و نباید برش میزان تعیین کنیم بله. یکی از مسئولیت های صد فیصده و یکی از مسئولیت هایی که باید در اولویت بالا قرار داشته باشه بحث اعتراض این مسئولیت را, را حکومت افغانستان به رسمیت شناخته فکر میکنی تا حالا گام های عملی برداشته شده در این راستا ما فکر می کنم که حکومت وحدت ملی که جدیدا تشکیل شده و حکومت های گذشته یعنی بعد از شهادت استاد ربانی در حقیقت امو لابیگرانه که و یا که و یا کسایی که ادعا میکنند که ما تلاش میکنیم که سیاست ختمش و بینش و دید استاد ربانی را به عنوان یک شخصیت قرن در بیاد حکومت تازه کنیم و حکومت وادار کنیم که متوجه باشه و تطبیق کنه بحث میزان عملکرد حکومت در این راستا بستگی داره به می اشخاص اشخاص که همیشه تلاش کردن در این راستا که دیدگاه های استاد ربانی را در سیاست های حکومت تازه داشته باشن و تطبیق کنن من فکر می کنم که کار کرده از اونا قابل تجدید است و یا این اشخاص باید ایواز شود اشخاص جایشانه بگیره که هزادرس فکر استاد ربانی از آدرس جمعیت اسلامی توانایی و ظرفیت از او را داشته باشه که در ادوار مختلف تاریخ، در ادوار مختلف سیاست و در حیات مختلف سیاسی افغانستان با دیدگاه های مختلف هرک اونا بتانند لابیگری کنند، نیگوشیشند کنند مذاکره کنن و اعتدال استاد مراحت کنند و اعتدال استاد هیچ فراموش نکنند که یکی از سیاست های محوری شو نمی بودن. شش سال از شهادت استاد ربانی و شانزده سال از شهادت قرمان ملی افغانستان ده سال فاصله زمانی میان شهادت اینها این وجود دارد در این میان کسانی دیگری هم از فرماندهان مربوط به جمعیت اسلامی افغانستان به شهادت رسیدن توسط توریست ها مردم یکی از انتظارات بسیار کلانشان و از حکومت افغانستان بوده که این پرونده ها باید بررسی شوند که چی گونه به شهادت رسیدن حکومت چرا فکر میکنید هنوز در حیثه بررسی این پرونده ها دستش کوتاه بوده در بحث بررسی و تحقیق بالای پرونده های ترور و به شهادت رساندن استاد ربانی شهادت شهید احمد شا مسعود شهادت جنرال داوود شهادت مولانای سید خیل شهادت مولانا شا جهان نوری شهاد شهادت اینجینر عمر ولی کندس بله. موره های کلیدی جهاد مقدس مردم افغانستان بودند که به شکل زنجیری صورت گرفت و تحقیق دوسیه ها و ریسرچ بالای از دوسیه ها و کشف و پیگیری و دستگیری عاملین از دوسیه ها ما فکر می کنم که اگر منتظر حکومت فیلی باشیم یک توقع به جا هستند در حقیقت امی حق هیچ وقت دادن نمیشه حق گرفته میشه یعنی حق باید بدست بیا گروهی که همیشه باز هم به با نکته که پیشتر خدمتتان عرض کردم جب. همیشه در راستای اه اه تطبیق آرمان اهداف و سیاست های استاد ربانی تعهد ما فکر می کنم که مسئولیت اول به اینا برمیگرده تحقیقی که اینا میتونن انجام بدن پیگیری که اینا میتونن انجام بدن فعالیت های سیاسی و مدنی که اینا میتونن انجام بدن به موارد یا به مراتب موثرتر بوده میتونه هم جامعه جهانی توجهش میتونه جلب کنه و هم دولت میتونه توجهش جلب کنه اگر در فاز دولت قضیه را بررسی کنیم دولت افغانستان افغانستان در حال حاضر یک کشور است کمپلکس اف پرابلمز یعنی مجموعی از مشکلات مجتمعی مشکلات دولت توجهات بسیار زیاد میتونه بده ما در فاز امنیتی مشکل داریم مصروف هستیم در فاز اقتصادی مشکل داریم مصروف هستیم در فاز قضایی مشکل داریم مصروف هستیم در فاز مبارزه با فساد و فساد مالی ما مصروف هستیم انبوی مصروفیت ها را داریم بنا یک کمیته هم تعیین شده در این مورد تحقیق میکنم ما فکر میکنم که بسنده نیستن دایه استاد ربانی متحدین همکاران کسانی که ما در شروع صحبت ها خدمت تو نرس کردم فقط یک بار دیده بودمش کسانی که عمر در کنار, در 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 کنار در استاد ربانی, ربانی گذشتاندن مسئولیت اول به اینا برمیگرده که توسط سازمان های بین المللی و منطقوی تحقیق شروع کنند سپاسگزارم محمد شبیر بشیری استاد دانشگاه از حضورتان در این بحث سلامت همچنان سپاس از شما بینندگان گرامی که بحث را تا دم وقت بخ بخیر خدا نگهدار